آخوند نبویان عضو مجلس ارتجاع از باند خامنه ای به ابعاد دخالت های رژیم آخوندی در سوریه اعتراف کرد. یک رسانه حکومتی به نقل از وی نوشت: ما برای سوریه هزینه نمی دهیم، بلکه سوریه برای ما هزینه می دهد. 150,000 سوری را به ایران آوردیم و به آنها آموزش نظامی دادیم و 150,000 را همانجا آموزش داده و 50,000 نیروی حزب الله را به آنجا فرستادیم و حزب الله هم اعلام کرد که 80,000 موشک آماده پرتاب شدن به اسرائیل است و این شد که آمریکا در سوریه شکست خورد. روزنامه کویتی از سیاست نیز طی گزارشی دخالت‌های رژیم آخوندی و شبه نظامیان عراقی وابسته به مالکی در سوریه را مورد بررسی قرار داد. گزارشی داریم در این رابطه. در اجرای دستورات سپاه پاسداران برای کمک به رژیم اسد، رهبران شبه نظامیان عراقی هزاران نفر را برای فرستادن به سوریه عذرگیری می‌کنند. یکی از اعضای ائتلاف دولت قانون وابسته به نوری مالکی فاش کرد رهبران شبه نظامیان عراقی چند روز پیش دستورات فوری را از قاسم سلیمانی سرکرده نیروی تروریستی قدس دریافت کرده اند که به دو موضوع امنیتی در عراق و سوریه از طریق عذرگیری هزاران شبه نظامی جدید برای فرستادن آنها به سوریه مربوط می شود. این امر گروه های اصحاب الحق به سرکردگی قیس الخزعلی، جیش المختار متعلق به واثق البتات و حزب الله عراق وابسته به ابو مهدی مهندس را به سمت توزیع هزاران فرم برای پیوستن نیروهای در استانهای جنوبی عراق و مدینة الصدر در بغداد سوق داده است. افراد عذرگیری شده برای آموزش به ایران رفته و بعد از اتمام آموزش از طریق هوایی و زمینی به سوریه اعزام خواهند شد. از سیاست می افزاید در همین رابطه رژیم اسد طراحی تعیین تکلیف نظامی را با حمایت رژیم ایران و روسیه به پایان رسانده و مذاکرات ادامه دار میان این رژیم و اپوزیسیون در چارچوب ژنو 2 تنها یک مانور است که هدف از آن به دست آوردن زمان بیشتر جهت تکمیل آماده سازی ها تا پایان بهار آینده به عنوان زمانی برای شروع یک ضد حمله نظامی می باشد و بر آزادسازی کامل ریف دمشق و شهر حلب متمرکز خواهد بود. بنابراین نیروهای رژیم اسد طی چند روز اخیر غلظت بمباران این شهر با بشکه های انفجاری را بالا بردند. این مقاله در خاتمه می نویسد کاهش نسبی فشارهای بین المللی بر رژیم ایران و بهره برداری مالکی از بحران امنیتی الانبار در گسترش دادن تعداد بیشتری از نیروها برای کنترل مرزهای عراق با سوریه دو عامل کمک کننده به رژیم اسد برای وارد کردن سلاح و شبه نظامیان بیشتر و تعیین تکلیف رویارویی با انقلابیون سوری را تشکیل می دهد. به خصوص اگر مذاکرات ژنو به شکست منجر گردد. پاسدار قاسم سلیمانی سرکرده نیروی تروریستی قدس سپاه پاسداران طی سخنانی در سمنان به مناسبت سالگرد هلاکت یکی از تروریست‌های رژیم در سوریه، تروریسم و جنگ‌افروزی را از ویژگی‌های رژیم برشمرد و گفت کشورهایی که ادعای رهبری جهان اسلام را دارند تا ده‌ها سال دیگر هم نمی‌توانند جایگاه رهبری جهان اسلام را از ما بگیرند به دلیل دو ویژگی نظام. پاسدار قاسم سلیمانی با اشاره به جنگ افروزی های رژیم در لبنان، فلسطین، افغانستان و عراق گفت اینها از ویژگی های نظام است.